سازمان دیدبان حقوق شیعیان به بیانیه دروغین رژیم بحرین واکنش نشان داد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیارایتس واچ با صدور بیانیه‌ای اقدام رژیم بحرین به ارائه گزارشی از اوضاع سیاسی این کشور را مشکوک خواند و هدف از این گزارش را پنهان کردن علل کشتار اخیر در این کشور دانست. در این بیانیه که نسخه از آن در اختیار خبرگزاری شیعه ویوز قرار داده شده آمده است، رژیم بحرین در گزارشی مدعی شده است چند تن از معترضان به نام‌های رضا الغسره، محمود یوسف حبیب و مصطفی حبیب عبدعلی که توسط نیروهای امنیتی هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیدند، سلاح گرم در اختیار داشته و به سمت نیروها شلیک کردند. در گزارش رژیم بحرین آمده است که چند فعال دیگر نیز به نامه‌های علی محمد العابد، علی حسن الفردان، علی عمار عبدالله، علی حسن عبدالله، علی صادق و علی عبدالحسین طی روزهای اخیر بازداشت شدند. سازمان شیارایتس‌واچ که مسئولیت دفاع از حقوق شیعیان در سطح جهان را بر عهده دارد، با رد ادعاهای حکومت بحرین افزود: تمام شواهد نشان می‌دهد که اعتراضات مردمی به صورت مسالمت‌آمیز و بدون هر گونه خشونتی بوده و به طور قطع تمام توجیهات و گزارش‌هایی که رژیم آل خلیفه برای سرکوب و شکنجه معترضان ارائه می‌دهد تبلیغات صرف است و هیچ اعتباری ندارد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان در پایان بیانیه خود اضافه کرد: ما اقدام‌های خشونتبار و بی حد و حصر رژیم بحرین و کشتار معترضان را محکوم می‌کنیم و درباره تأثیرات این گونه رفتارها در آینده کشور بحرین هشدار می‌دهیم.